سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفن. همین چند روز پیش بود که براتون داستان فیلم الفسار رو کامل گفتم و کامل با هم بررسی کردیمش. جا من یه عمر اونجا دارم باغ اجاره میدم. اروا خاک آقام اینجوریشو نیده بودن. اگه یادتون باشه قصه کلی فیلم اینجور بود که یه پرونده نزاع دست جمعی توی باغ مطرح میشه که ظاهراً توی ویلا باغی چند تا دختر پسر جوون در حال خوشگذرونی بودن که چند تا پسر خارج باغ اونا رو زیر نظر داشتن، بهشون حمله میکنن و مردا رو میبندن و به زنها تعرض میکنن. حالا دختری به نام سارا که اون شب اونجا بوده و همسرش حمید که اون درگیری به کما رفته بوده هیچ جوره رضایت نمیده. با وجود فشار و تهدید اطرافیان و خانواده همسرش که میگفتن آبروریزی نکن و موضوع واقعی و بحث تجاوز رو مطرح نکن، اون با این شرایط بازم همه چی رو مطرح میکنه و بازپرس پرونده رو از واقعیت ماجرا مطلع میکنه که بهتونم گفتم توی اون ویدیو ظاهرن داستان فیلم الگو گرفته از یک ماجرای واقعی توی ایران سمت خمینی شهر اصفهانه. قضیه به 10-12 سال پیش مربوط میشه. حالا قصه از جای عجیب میشه که دقیقاً روزی که من میخواستم ویدیو رو براتون بسازم فهمیدم یه کلای بزرگی سرم رفته و فیلم کاملاً سانسور داشته. من معمولاً فیلمای سینمای ایرانی رو میرم توی سینما چارسو میبینم. اونایی که تهرانن باید بدونن سمت جمهوری پل حافظ یه مجتمعی هست به نام چارسو، طبقه بالای سینما داره. اکثرا میرم اونجا میبینم. وقتی اون روز این فیلمو دیدم خیلی خوشم اومد و گفتم که چه بهتر در مورد این فیلم براتون یک ویدیو بسازم. اما وقتی رسیدم خونه و تیزرهای فیلمو دیدم احساس کردم که یه فیلم دیگر رو تماشا کردم. در این حد تیزراش فرق میکرد. اون چیزی که از تیزرهای فیلم مشخصه ظاهرا تمام اتفاقات باغ و درگیری‌های توی ویلا باغ نشون داده شده. نزاع دست جمعی توی باغ از کنار تری فرستادن. یکیشون هم رفت تو کوه. تو مسی حالیشون نبود، رو ما چاقو کشیدن می‌خواستن ما رو بزنن. ما فقط رفتیم بگیم سر صدا نکنن. دیدیم همه‌شون لخت و سخر. شما ما همه زن و شوهر محرمه. جا من یه عمر اونجا دارم باغ اجاره میدم. اروا خاک آقام اینجوریشو نیده بودن. بچه‌ها من اهل این حرف نیستم. حتی وقتی تصویر ترلان پروانه از پشت صحنه فیلم الفسار رو توی پیج اینستاگرامش دیدم، هرگز همچین صحنه‌ای رو تو فیلم الفسار ندیده بودم، واسه همین مطمئن‌تر شدم. و بهتون گفتم بخش عمده سانسور به خاطر اتفاقات باغ، از خوشگذرونی بچه‌ها و عروس دمادای شهردار توی اون ویلا باغ تا زیر نظر داشتن پسرها و حمله بهشون، همه چی نشون داده شده. به شما تعرضی هم شد. جالبه کار اینجاست توی تیزرها ما شخصی رو میبینیم که متاسفانه هیچ اسمی هم ازش برده نشده، که من اول فکر کردم که خود بهرام رادان تهیه کننده فیلم اومده نقش حمید رو بازی کرده، اما بعدا توی مصاحبه ها گفتن که نقشی تو فیلم الفسار رو بازی نکردن. بعدا گفتم احتمالا بهادر زمانیه، اما هرچی هست این بازیگر اصلا اسمش مشخص نیست. حتی توی مراسم نشست خبری فیلم الفسار هم این شخص دعوت نشده بود. شخصی که ظاهرا نقش حمید همسر سارا رو بازی میکنه، ظاهرا قرار بوده که لابلای موشکافی پرونده توسط بازپرس امیر حسین این صحنه ها تک تک نشون داده بشه که مشخصا هم سانسور شده و احتمالا خیلیاتون نمیدونستید. به شما تعرضی هم شد. نکن! یه صفر!
ولی سایت ها رو بررسی میکردم، نظرات در مورد سانسور خیلی مختلفه. یک بخش عمده میگفتن که علارغم اینکه کاملا با سانسور کردن یک فیلم مخالفیم، ولی تو این فیلم اگر این سکانس ها وجود داشت، فضای فیلم رو به حالت مسخره آمیز در می آورد. چون مثلا وقتی متجاوزین ادعا میکردن که اینا لخت توی استخر با هم دیگه هستن، قطعا همچین صحنه‌ای نمیتونست تصویرسازی بشه متناسب با فضای فیلمسازی تو ایران و تصویرسازیش با لباس و مانتو به حالت مسخره در میومد. این افراد معتقد بودند که همین که این صحنه هست شد به بهتر شدن فیلم کمک کرد، چون تصویرسازی اتفاقات داخل باغ به ذهن مخاطب سپرده میشه، تا جایی که خیلی از افراد مطرح میکردن که شاید اصلا این فیلم سانسور هم نشده و بهرام رادان خودش شخصا درخواست حذف این سکانس ها رو کرده. اما آقای بهرام رادان تهیه کننده فیلم این مسائل رو تکذیب میکنه و میگه این فیلم با سانسورهای زیادی روبرو شد. اولا یه چیز بهتون بگم که شاید خیلیاتون ندونید، بچه فیلم الفسار تو خیلی از شهرهای ما ممنوع پخشش، تو خیلی از سینماها اجازه ندادن که این فیلم پخش شه. آقای رادان توی حرفاش میگه من برای نمایش این فیلم تو جشنواره فجر و اکران عمومی سختی‌های خیلی زیادی کشیدم و میگه هر کس وقتی موضوع کلی فیلمو میفهمید ازم حمایتی نمیکرد. توی بخشی از حرفاشون میگن حالا توی این کشاکش و تلاش هر روزه با وجود عدم حمایت هر گونه رسانه عمومی که از محل مالیات و بودجه عمومی کشور تأمین مالی میشوند، مثل شهرداری که حاضر نیست تابلوهایش در محیط شهری را به غیر از تعرفه‌های تجاری به محصولات فرهنگی اختصاص دهد، یا سازمان صدا سیما که حتی با وجود مجوز نمایش وزارت ارشاد خودشان باز هم شورای مخصوص خودشونو دارن و به فیلم‌هایی که به مزاقشان خوش نمی‌آید فرصت تبلیغاتی نمیدهند. خیلی جالبه که توی بخش از حرفاشون میگن استانی به میل خود فیلمو اکران نمیکنه. یا رئیس موزه سینما جناب آقای اسماعیلی اسمم میارن، میگه به من گفت چون از فیلم الفزار خوشم نمیاد اجازه اکران اونو نمیدم، در حالی که موزه سینما باید حامی سینما و سینماگر باشه. بچه‌ها ببینید، من وقتی توی ویدیوام میام میگم از سعید روستایی و امثال اینها تا جایی که میتونید حمایت کنید، به خاطر همین چیزا، چون گاهی میشینم مصاحبه هاشون رو میخونم، واقعا مسیر خیلی سختی رو میرن. اینا میتونن یک فیلم خیلی ساده و جمهوری اسلامی پسند بسازن بدون هیچ دردسری. واقعا کمترین حقشون اینه که ما مخاطبین زحمتی که میکشن رو درک کنیم. چیزی که واضحه اینه که ما توی فیلم الفسار با یکی از عجیب ترین سانسورا روبرو بودیم. البته سانسوری که نظرات مخاطبین در موردش متفاوته، دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. به نظرتون متناسب با محدودیت هایی که توی ایران وجود داره، سکانس های اتفاقات درگیری توی باغ اگر نشون داده میشد، فیلمو به حالت مسخره آمیز در می آورد؟ همراهان دوست داشتنی ترفند، به بخش انتهایی ویدیو رسیدیم. لایک این ویدیو و سابسکرایب ترفند یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. Go.